شانزدهمین روز آبان ماه برابر با 7 نوامبر، سال 1246 خورشیدی برابر با 1867 میلادی، زادروز ماری کوری کاشف رادیوم و پلوتونیوم در لهستان. او که حافظه ای خارق العاده داشت، به عنوان یک کودک مردم را شگفت زده می کرد و خواندن را وقتی تنها 4 سالش بود آموخت. پدرش پروفسور علوم بود و ابزارهایی که در جعبه شیشه‌ای نگهداری می کرد ماری را مجذوب می ساخت. ماری کوری رویای دانشمند شدن را در سر می پروراند، اما می دانست که این کار آسان نخواهد بود. در آن زمان در لهستان دانشگاهی برای دختران وجود نداشت. بنابراین ماری به دانشگاه سوربن در پاریس رفت و بعد از 4 سال با پیر کوری، یک فیزیکدان مشهور، ازدواج کرد. ماری و پیر سرانجام پس از 4 سال کار سخت و مصرف چندین تن سنگ معدن، 0.1 گرم رادیوم خالص به دست آوردند. به این ترتیب آنها نخستین عنصر رادیواکتیو را کشف کردند و جایزه نوبل فیزیک را از آن خود نمودند. ماری کوری اولین زن برنده جایزه نوبل فیزیک لقب گرفت و چندی بعد موفق شد جایزه نوبل شیمی را هم به خود اختصاص دهد. سال 1296 خورشیدی برابر با 1917 میلادی، آغاز انقلاب بلشویک‌ها در روسیه. اعتصابات در روسیه آغازگر انقلاب بود. در نتیجه این اعتراضات تزار نیکولای دوم برکنار شد و حکومت موقت جانشین وی نیز توسط بلشویک‌ها سرنگون گردید. سرانجام کمونیست‌ها به رهبری لنین با تصرف مراکز و مؤسسات دولتی قدرت را به دست گرفتند. کمونیست‌ها در سرزمین‌های پهناوری که شامل روسیه و 14 جمهوری خودمختار دیگر در اروپای شرقی، قفقاز و آسیای میانه بود، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تشکیل دادند و بیش از 70 سال حکومت کردند. حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در دوران گورباچوف تلاش کرد تا دست به اصلاحات بزند که بیشتر مقدمه‌ای شد برای فروپاشی اتحاد شوروی و بازگشت به نظام سرمایه‌داری. سال 1366 خورشیدی برابر با 1987 میلادی، وقوع کودتای آرام علیه حبیب بورقیبه، سیاستمدار برجسته تونسی که پس از استقلال تونس از فرانسه به نخست وزیری این کشور برگزیده شده بود. او توانست با ساقط کردن حکومت سلطنتی تونس مقام ریاست جمهوری تونس را به دست بیاورد. وی سپس به مدت 30 سال رهبری بلا منازع تونس را بر عهده گرفت و در طول سالهای حاکمیتش تمامی رقبای سیاسی خود را با زندان، تبعید و تهدید از صحنه سیاست کشور خارج کرد و 10 مورد شورش و تظاهرات مردمی و مخالفت‌های اجتماعی را به مدد قوای نظامی سرکوب نمود. بورقیبه سرانجام با یک کودتای آرام و بدون خونریزی توسط زین العابدین بن علی از کار برکنار شد. بن علی 1 ماه قبل از کودتا حکم وزارت کشور خود را از حبیب بورقیبه دریافت کرده بود، اما بن علی هم در همان جایگاهی قرار گرفت که بورقیبه به آن تکیه زده بود، جایگاهی که عاقبت با فشار و طغیان مردم فرو ریخت و آغازگر موجی در جهان عرب شد که به بهار عربی شهرت یافت.